آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که برای بررسی وضعیت آواره‌های جنگی از عراق دیدن کرده میگوید کمک‌های بین‌المللی برای آواره‌های موصل کافی نبوده. آقای گوترش وضعیت آواره‌های جنگ داعش را بسیار وخیم توصیف کرده و از نیروهای مسلح عراق خواسته که حین جنگ علیه تروریسم مراقب غیر نظامیان باشند. هفته گذشته سازمان ملل متحد نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جنگ موصل هشدار داده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، آیا دیدار دبیرکل سازمان ملل میتونه تأثیری بر وضعیت آواره عراقی داشته باشه؟ که تا همین به خودی خود دیدار آقای گوترش از عراق، از بغداد، از اربیل، به ویژه دیدار از کمپ آوارگان حسن شام که جایی که خود سازمان ملل متحد احداث کرده، نشون دهنده این هست که برای سازمان ملل اهمیت داره. لااقل وضعیتی که برای اینجا بیش از 1 میلیون آواره جنگی، جنگ علیه داعش ایجاد شده. ولی خود آقای گوترش بعد از اینکه از نزدیک با پناهجویان صحبت کرد، بچه ها رو دید، وضعیت اونها که گاهی دو تا خونواده در یک چادر یا حتی سه خونواده در یک کانتینر هستند، بعد از اون آقای گوترش اعلام کرد که یک فاجعه داره اینجا اتفاق میفته، وضعیت انسانی بسیار وخیمی هست، از کشورهای جهان خواست که به سازمان ملل متحد کمک میکنن تا این سازمان بتونه به وضعیت آواره ها رسیدگی بکنه، چون به گفته آقای گوترش تمامی اختیاراتی که سازمان ملل در اختیار داره و کمک هایی که کرده تنها پاسخگوی 8% نیازهای پناهجویان و آواره های عراقی بوده. به ویژه از نیروهای عراقی هم خواست که در جریان جنگ علیه داعش مواظب باشن، مراقب باشن که به غیر نظامیان زیانی وارد نشه، جون اونها رو حفظ بکنن. در حال حاضر 355 هزار تن از اهالی موصل آواره شدن بعد از جنگ، در جنگی که در حال حاضر هم ادامه داره که از حدود 7 ماه پیش شروع شده و احتمال داده میشه که 400 هزار نفر دیگه که هنوز در مناطق تحت کنترل داعش هستن آواره بشن. تصمیمی که گرفته شد قرار هست که کمپ‌های جدیدی رو سازمان ملل متحد با کمک دولت عراق و اقلیم کردستان عراق احداث بکنه و کمک‌های بیشتری رو حتی الامکان به این آواره ها دست کم بعد از آزادی موصل برسونه. علی، یکی از مسائلی که آقای گوترش درخواست کرده تدابیری برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامی های موصله. این چقدر امکان پذیر هست؟ بسیار سخت هست گیتا. از طرفی نیروهای دولتی به مردم میگن که شما در خونه هاتون بمونید تا وقتی که شهر آزاد میشه. از طرف دیگه داعش مردمی رو که پناه میگیرن در منازل و با پشت بام اونها تک تیر اندازاش رو قرار میده یا خمپاره اندازاش رو، و زمانی که هدف قرار میگیرن کیا کشته میشن؟ همون مردمی که اونجا پناه گرفتن. و آخرین مورد میدونید که بیش از 200 نفر در حدود 2 هفته پیش کشته شد که سازمان ملل هم واکنش نشون داد نسبت به اون. این تنها نمونه ای است. در حال حاضر در واقع میشه گفت که این غیر نظامیان هستند که موندن بین چکش و سندان نیروهای دولتی و پیکارجویان داعش. فرقی نمی کنه برای مردمی که داعش نمیذاره اونها خارج بشن، اونها رو به نوعی به عنوان یک سپر دفاعی نگه میداره، یا اینکه توسط نیروهای دولتی و هواپیماهای ائتلاف اشتباهی کشته میشن. در هر صورت به رغم تدابیری که دولت عراق هم وعده داده و دبیر کل سازمان ملل متحد هم درخواست کرده، به نظر میرسه که باز هم کشتار غیر نظامیان تا آزادی موصل ادامه خواهد داشت.